سلام علی شیرازی هستم و امروز چهارشنبه 29 خرداد همراه شما به مرور مطالب منتشر شده در روزنامه های ایران میپردازم امروز تمام روزنامه ها تحت تاثیر پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان بر کره جنوبی و سعود به جام جهانی و همچنین جشن و شادمانی مردم در خیابان در شهرهای سراسر کشور پس از این پیروزی قرار داشتند و تیتر و عکس و مطالب فراوانی در مورد این شادی ها منتشر کردند. در همین رابطه روزنامه بهار با چاپ عکس بزرگی از شادی ملی پوشان کشورمان تیتر زده ایران در اوج آسمان و در گزارشی در صفحه ورزشی خود نوشته پس از هشت سال تاریک فوتبال ایران دوباره روی خوشی را دید تیم ملی فوتبال کشورمان که پیشتر در سال 2006 توانسته بود جواز صعود به جام جهانی آلمان را بگیرد روز گذشته در اوسان کره جنوبی دست به کار بزرگی زد و کره را برای اولین بار در مرحله انتخاباتی انتخابی جام جهانی در کشورش در هم شکست ملی پوشان ایرانی که پیش از این دیدار با 13 امتیاز پشت سر کره 14 امتیازی قرار داشتند با تکگل رضا قوچان نجات به 3 امتیاز حساس این بازی رسیدند و برای چهارمین بار سعود به جام جهانی را جشن گرفتند کره ها که در دیدار رفت برای اولین بار در تاریخ در رقابت های انتخابی جام جهانی شکست برابر ایران را تجربه کردند با این شکست تا آستانه رفتن به پلی آف هم رفتند ولی در نهایت مقاومت قطری ها برای دریافت گل ششم این تیم را به همراه ایران به صورت مستقیم به جام جهانی برد. پیشتر در سال 2009 ایران برای رفتن به جام جهانی نیاز داشت تا چشم بادامی ها را در پوسان شکست دهد. مسعود شجاعی ایران را در آن بازی پیش انداخت ولی گلی که در دقایق پایانی پارک جیسونگ وارد دروازه ایران کرد به جای تیم ملی کشورمان همسایه شمالی کره را راهی جام جهانی کرد تا همه ترفندهای ایران برای بهره برداری از سعود به جام جهانی 2010 نقشه بر آب شود زمان گذشت و ایران این بار هم برای سعود مستقیم به جام جهانی گذرش به کره افتاد و این بار به جای پوسان ایرانی ها راهی اوسان شدند تا اجازه تکرار اتفاقات تلخ چهار سال پیش را ندهند در این دیدار که نیمه اول آن کاملا با تسلط کره ها به توپ و میدان همراه بود با درخشش جلال حسینی در نیمه دوم ادامه پیدا کرد و تیز هوشی گوچی که باز هم گل امتیازی برای ایران به ثمر رساند و تعداد های ملیش را به عدد پنج رساند تا حالا ایران دلخوش به آفتاب ریو باشد در همین رابطه سعید فائقی هم یادداشتی در صفحه اول روزنامه بهار داره با این تیتر فوتبال این برد را مدیون جامعه است معاون سازمان تربیت بدنی در دولت‌های اصلاحات و سازندگی در این یادداشت با نقل قولی از جواد نکونام کاپیتان تیم ملی در این باره که اعضای تیم ملی کوشیدند تا ای را که مردم در روزهای گذشته آفریدند تکرار کنند نوشته است فوتبال آینه ای تمام نما از وضعیت اجتماعی کشور است فوتبال و اجتماع متقابلا از همدیگر تأثیر میپذیرند و این بار این پیروزی اراده اجتماعی مردم ایران بود که موفقیت در, سرزمین در زمین سبز را رقم زد یادداشت نویس روزنامه بهار نوشته به خاطر داریم که در زمان حماسه ملبورن در 8 آذر 1376 جامعه از چه انس جامعه درونی برخورداد؟ انسجامی که از جامعه به تیم ملی فوتبال منتقل و حماسه ماندگار را سبب شد یا شوری که قدیمترها در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در راه صعود به جام جهانی 1978 آرژانتین تجربه کرده بودیم سعید فاقی با اشاره به اینکه امید شادی و نشاطی که از جامعه به فوتبال تزریق شد این بار از فوتبال به جامعه بازگشت و باعث همافزایی شد او با اشاره به همین نکته نوشته ایران این پیروزی را مدیون مردم است و اما خبر دیگری که در صفحه سیاسی روزنامه بهار جلب نظر میکنه از قول مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است که گفته مشکل بتوان گفت توسعه سلاح هسته‌ای در ایران اتفاق افتد یا نه در این گزارش آمده روی کرده آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه هسته ایران همچنان ایجاد تردید است. تردید نسبت به عدم همکاری تهران و تردید نسبت به ابعاد احتمالی برنامه هسته ایران. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با رویترز بار دیگر با انتقاد از چیزی که آن را عدم انعطاف جمهوری اسلامی در مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند مدعی شد که اکنون مشکل است این اطمینان را داد که جمهوری اسلامی توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در دستور کار دارد یا خیر این ادعا در حالی مطرح شد که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای اش است و تصمیمی برای حرکت در مسیر دستیابی به تسلیحات هسته‌ای ندارد و این ادعا را هم تهران با فراهم کردن امکان بازرسی های مستمر بازرسان آژانس به اثبات رسانده است. با این حال جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از حدود دو سال پیش بر سر بازگشایی مجدد پرونده مطالعات ادعایی یا ابعاد احتمالی نظامی برنامه هستی ایران به اختلاف نظر رسیدند و آژانس بر پایه این پرونده اتهاماتی را متوجه تهران کرد. بر همین اساس دو طرف هیئت های مذاکره کننده فنی حقوقی را تعیین کردند تا نسبت به ابهام زدایی از این اتهامات با یکدیگر گفتگو کنند از سال گذشته تا کنون هیئت های فنی حقوقی آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران ده دور مذاکره را پشت سر گذاشتند که هنوز به هیچ توافقی نرسیدند روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله با تیتر توصیه به اصحاب, اصحاب, افراد نوشته چند روزی لازم بود تا افرادیون از سرگیجه که در اثر شکست در انتخابات 24 خورداد به سراغشان آمده بود نجات پیدا کنند اما اکنون وقت آن است که چشمهایشان را باز و گوشهایشان را تیز کنند تا به درستی دریابند که در چگونه جامعه ای زندگی می کنن و با این جامعه چگونه باید تعامل داشت این روزنامه همچنین درباره مصادیق اصحاب انحراف تاکید کرده است که ایران در دو دهه اخیر از تند افرادی ضربه خورده است که در بیان مطالب و پیگیری مطالباتشان از زبان بیمهار, از زبان بیمهار، قلم سرکش، بداخلاقی، خشونت، بیحرمتی، مبالغه، تهمت و دروغ استفاده کردند. و این قبیل افراد را می توان در دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا یافت روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده است که خود اصلاح طلبی و اصولگرایی در ذات در ذات خود نه تنها عیب و اشکالی ندارند بلکه هر دو دارای نقاط قوت فراوانی هستند که با کمک همدیگر می توانند برای کشور مفید واقع شوند به نوشته سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری 24 خورداد هرچند پیروزی اعتدال بود ولی شکست اصلاح طلبی و اصولگرایی نبود بلکه شکست تفکر افراتی موجود در این دو جناح بود این روزنامه نوشته که با گذشت چند روز از انتخابات همین عناصر دست به کار شدن و ادعی سهم خواهی را شروع کرده و از همین حالا برای افراد مورد نظر خود پست و مقام مشخص می کنند. ادعی نیز با تحلیل های بیپایه خود تلاش می کنند خود را تبرئه کنند و جناح مقابل خود را عامل نابسامانی ها جلوه بدهند. سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته است هر دو جناح باید بفهمند که کشور و مردم از عملکردهای افراطی آنها خسته شدند و رویکرد مردم به اعتدال نشان دهنده ی همین واقعیت است محمد حسین روانبخش امروز این تیتر حرف های قشنگ میزنی رو برای مطلب تنز خود در روزنامه مردم سالاری در نظر گرفته و نوشته این چند روزه حرفهای قشنگی زده می شود مثلا بعضی ها یادشان آمده که حسن روحانی عضو محترم جامعه روحانیت مبارز است و با کمال انصاف و برادری به روی خود نمی آورند که چهار سال است که وی به همراه هاشمی و ناطق نوری در جلسات این جامعه شرکت نمی کرده و کسی هم سراغ آن را نمی گرفته است یکی از سایت ها هم به شدت اعلام کرده حیف بود جلیلی رئیس جمهور شود یک کاندیدای اعتلافی انصرافی که از بس سبد رأیش پر بود وقتی انصراف داد انتخابات آخ هم نگفت از رئیس جمهور خواسته که روش و منش مستقل و معتدل خود را به اثبات برساند همه از او پرسیدن چجوری وی گفته است در انتخاب همکاران و اداره قوه مجریه یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم که با سعی و تلاش فراوان توانسته خودش را در جو قبل از انتخابات نگه دارد با اعتماد به نفسی در حد محمود احمدی نژاد اعلام کرد انتخاب روحانی ربطی به هاشمی و خاتمی ندارد. واقعا خوب است که بعضی ها بعد از انتخابات با این حرف های قشنگ روحیه خود را حفظ می کنند. فقط خدا کند این روحیه باقی بماند چون جامعه تنز پردازان با توجه به پایان دولت فعلی خیلی نگران آینده خیش است و نمی داند که آیا واقعا در آینده نزدیک می تواند مثل این روزها دست دراز کند و از بین رفتار و کردار و گفتار هزاران سوژه پیدا کند این حرفها امیدوارمان می کنند. ما تنز می نویسیم اما شما هم قول بدهید باز هم باز هم باز هم روحیتان را حفظ کنید و حرف های قشنگ بزنید در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران تیتر یک روزنامه کیهان با مصوبه مجلس فعالیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سر گرفته می شود. تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد اقتصاد مستعد رونق یا رکود یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه همشهری خطر از بم دور شد یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه اطلاعات احمدی نژاد به دیدار روحانی رفت تیتر یک روزنامه تهران امروز هماسه در هماسه با سعود مقتدرانه ای ایران به جام جهانی تیتر یک روزنامه جوان دقت موشک بالستیک خلیج فارس به زیر ده متر رسید بخش دوم برنامه را هم با سرمقاله روزنامه مردم سالاری ادامه میدیم علی ودایه در سرمقاله امروز با تیتر عبرت از گذشته امید به فردا با بررسی کارنامه دولت احمدی نژاد نوشته بیت المال متاع پرارزشی است که هیچ کس به صرف داشتن یک مقام خاص نمیتواند از جیب مردم ایران بی حساب و کتاب هزینه کند برخی در آینده نزدیک باید در جایگاه متهم درباره کارهایی که کردند پاسخگو باشند آنانی که از سرات مستقیم منحرف شدند نمی توانند بدون آنکه حساب خود را تصویه کنند در این مملکت جایی داشته باشند که اگر این گونه شود موریانه ها به جان ایران می و بنیان اعتماد به آن را سست و نابود می کنند در های نهم و دهم ده اشتباهاتی استراتژیک روی داد که باید آنها را تصحیح کرد انحلال سازمان برنامه و بودجه یک تراژدی مدیریتی در کشور بود که علا رقم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و اهمیت آن برای پیشرفت کشور روی داد این سازمان قلب تفکر کشوری است که بر اساس سند چشمنداز تا سال 1404 باید به یک قطب توانمند در قلب خاور میانه تبدیل شده باشد و رنسانس مدیریتی می تواند برای حل معضلات کشور گرهگشا باشد. ادغام وزارتخانه های نامرتبط آن هم به صورت خلق و سائه بعد دیگر اشتباهات مدیریتی است که نمود آن را در عملکرد وزارتخانه های مذکور می توان مشاهده کرد. تاریک ترین عملکرد دولت دهم ده در باغ ملی بود. وضعیت دیپلماسی خارجی ایران به رغم اقتدار نام جمهوری اسلامی ایران فاجعه آمیز بود. سنگالیزاسیون منوچهر متکی دردسرهای رنگارنگ های ایرانی و در نهایت تنظل روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای جهان و محدود شدن به چند کشور دسته چندم مشتی از خر... نمونه خروار دیپلماسی پرغلط دولت دهم ده بود اما روزنامه آرمان هم تیتریه یک خودش رو به گفتگو با علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن دولت اصلاحات اختصاص داده و از قول او تیتر زده مردم باید تغییر را حس کنند علی عبدالعلی زاده گفته است مردم باید تغییر را حس کنند از روز اولی که دولت جدید کارش را آغاز می کند و حتی از همان روزی که آرای ایشان شمرده شد مردم باید تغییر را حس کنند زاده که نمایندگی مجلس و استانداری آذربایجان شرقی را هم در کارنامه خود دارد و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر مسکن و شهرسازی بود به روزنامه آرمان گفته است اولین تغییر در بینش و بیان و ادبیات رئیس جمهور است ادبیاتی که توام با احترام به پیشکسوتان باشد روزنامه آرمان در این گفتگو به برخی هشدارهای زمینی به حسن روحانی اشاره کرده و هوشدارهای مبنی بر اینکه به دلیل حساسیت‌های موجود درباره اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و برخی دیگر از حامیان انتخاباتی او رئیس جمهوری منتخب باید با احتیاط در رابطه با آنها رفتار کند. علی عبدالعزیزاده اما به این روزنامه گفته است که اگر بنا باشد حسن روحانی بگوید روی شما دو نفر حساسیت وجود دارد و بگوید از شما استفاده نمی کنم و بروید تا سال 96 که انتخابات مجدد است بیایید هیچ تغییری صورت نگرفته است. وزیر اسبق مسکن همچنین درباره سیاست خارجی گفته است آقای روحانی باید کاری کند همه بفهمند با دنیا شفاف هستیم و با کسی سر جنگ نداریم. روزنامه آرمان همچنین از قول علی عبدالعلی یکی از کارهای اصلی دولت حسن روحانی را توجه به نهادهای مدنی و سنفی عنوان کرده و نوشته یکی از کارهای عمده دولت باید توجه به همین نهادهای سنفی باشد و از روز اول از روز اول استقرار دولت باید به آن توجه شود زده در این گفتگو با اشاره به اینکه ما ارزشمندترین و بزرگترین جایزه سینمایی دنیا را از آن خود کرده ایم و اسکار گرفته ایم و به قله افتخار سینمایی دست پیدا کردیم اما چه تجلیلی از آنها شد به محدودیت های فرهنگی و اجتماعی و بیتوجهی و ایجاد محدودیت برای چهره های فرهنگی انتقاد کرده و گفته در کشورهای دیگر با شجریان هایشان همین گونه برخورد می‌کنند. تاریخ ایران مگر قرار است چند اسخر فرهادی یا محمد رزا شجریان در خود ببیند چند بار تاریخ این کشور شخصیت های همچون بهرام بیزایی را در خود پرورش می دهد. این چهره اصلاح طلب تاکید کرده که آقای روحانی باید هنر را به جایگاه خودش برساند و از مطبوعات نیز به سرعت حمایت کند تا از همان روز اول همه احساس کنند نگاه دولت عوض شده است نه اینکه فقط افراد جابجا جا, جا شدن و اما مطلب تنز امروز روزنامه قانون هم این تیتر رو داره سیاست مداران و جام جهانی آقای روحانی در نشست خبری آرزو کرد تیم ملی فوتبال در مقابل کره پیروز شود همین شد که میخوام همین شد که تصمیم گرفتیم واکنش کاندیداهای های ریاست جمهوری را بعد از بازی پیش بینی کنیم در صورت باخت قرضی وای بر ما وای بر ما الان طرفدارا ناراحت بچه ها گریه بزرگترا افسرده ای لعنت به ما چه کردیم با این فوتبال ما از زمان نادرشاه که دلار هنوز به وجود نیامده بود تا همین حالا اینطوری از کره نباخته بودیم آخه نکونام رو برای چی تعویض میکنی؟ این درد ما رو دوام میکنه اول باید تورم را در آرایش تیمی از بین میبردن قالیباف این فوتبال از سوء مدیریت رنج میبره. بنده در شهرداری تهران سالن فوتسال مصنوعی، چمن مصنوعی و از هر چیزی مصنوعیش رو درست کردم برای استفاده علاقه مندان. باید این مدیریت فوتبالی رو بکوبیم از اول بسازیم. بنده اگر رئیس جمهور میشدم به صورت گازنباری مدیران بی... مدیران بی کفایت فوتبالی رو پالایش میکردم تجربه هم دارم موفق میشدم شدم. جلیلی سازکار بازی ما خوب بود. تهاجمی بازی کردیم دفاعمون هم خوب مقاومت کرد 90 دقیقه حمله کردیم و دروازه حریف رو تهدید کردیم اما مدافعان اونها فرصت گلزنی به ما ندادن اونها با اینکه بازی رو بردن ولی به شکست خودشون اعتراف کردن البته جای عنوانش نکردم و فقط در یک جلسه مخفی فرصت شد به ما بگن رضایی ما مالکیت توپ رو با 56 درصد در اختیار داشتیم بنده در مطالعاتم متوجه شدم 73 درصد از توپ که روی دروازه ما فرستادن خطر ایجاد کرد و این ضعف مدیریتی ما در خط دفاع رو نشون میده ولی من قول میدم بالاخره یه روزی رئیس جمهور بشم و مالکیت توپ رو به 148 درصد برسونم و اصلا از آسیا میریم و در اروپا فوتبال بازی میکنیم قهرمان هم میشیم روحانی من گفته بودم کلید در دست دارم اما داسی ندارم که ریشه حریفان را بزنیم امروز فهمیدم لاقل در ورزش باید داس هم داشته باشیم و ریشه بعضی چیزها رو بزنیم حدا داده اولا مقاومت بازیکنهای ما ستودنی بود همین اشکی که مردم بعد از باخت ریختند ارزش معنویش از همه چیز بیشتر بود دوما این اصلاح طلبان بیچشم رو که از باخت ایران حرف میزنند مگر در دوره خودشون در بازی های آسیایی آسیایی پنجم نشدیم مگر ایویچ رو اینا فراری ندادن حالا در صورت برد قالیباف بچه ها نشان دادن که به حرف های ما گوش کردند، عملگرا بودن حرکات گازنبوری از جناه این فوقلاده بود گرچه این برد اگر با آن برد همراه می برای همه شیرین تر بود برای ما هم شیرین تر بود این برد حاصل همون برنامه بود که دیروز به آقای روحانی دادم قرضی من همیشه سوال کردم که حرکت بازیکنان باید در طول باشه یا در عرض و دیگر اینکه مهارت ضربه ایستگاهی یک امر اکتسابی است یا تزریقی بچه ها دقت کردن به همین نکته و پاس های ارزی و طولی و ضربات شروع مجدد باعث برد تیم شد جلیلی بچه ها مقاومت خوبی از خودشون نشان دادن ساز و کار بازی کره دستمون بود اما میخوام بگم اگه در مقابل تهدیدهای مربی کره عقب می نشستیم الان این برد نصیب ما نمیشد رضایی من خبر ندارم آیا بازیکنان راهکارهای مدون من رو که در دفترچه‌ام هست خوانده بودن یا نه اما مطمئنم اگر وضعیت اقتصاد را به کاردان و اهل بسپارند بورت های بهتری نصیب ما می شود روحانی بازیکنان ما با تدبیر توانستند این بازی را ببرند ما به این برد امید داشتیم البته امر عجیبی نبود ما در دوره آقای خاتمی هم به جام جهانی رفته بودیم حداد حد آدل این یک برد اصولگرایانه بود و من این برد رو به همه مردم اصولگرای ایران تقدیم میکنم کنم علی منصوری من وایسی دارم حرف میزنم خب کاندیدا نبودم حق تبریک گفتن که دارم و اما کارتون های انتخابی امروز کارتون علیرضا پاکدر در روزنامه جامعه جمع کارتون جمال رحمتی در روزنامه اعتماد کارتون علی کاشی در روزنامه مردم سالاری کارتون تورسیوس در روزنامه قانون کارتون فیروزه مظفری در روزنامه شرق کارتون بارتاک در روزنامه بهار از جمهوری چک موسیقی موسیقی کارتونی از مانان استانی و در پایان کارتونی از توکان است. این بود بررسی روزنامه های امروز امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش